سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طرز تهیه خورشت انار و آلوی مازندرانی، غذای مخصوص شب یلدا رو براتون دارم که بسیار خوشمزه، لذیذ و خاص هستش این خورشت. مواد مورد نیاز: 4 تیکه مرغ، 1 عدد پیاز درشت که به صورت نگینی خرد کردم، 1 لیوان انار دون شده، انار ریز و ترش، 10 عدد آلوی خورشتی، 1 قاشق غذاخوری شکر و نصف پیمانه آب نارنج، 2 قاشق غذاخوری هم پروب گوجه فرنگی. دوستان، به خاطری که وقت ویدیو گرفته نشه، من 30 دقیقه قبل مرغ رو با زردچوبه، نمک و فلفل سیاه و پودر سیر مزه‌دار کردم. 30 دقیقه گذاشتم داخل یخچال که همه مزه به خوردش بره و حسابی ماساژ دادم. و نکته دیگه درباره انارایی رو که انتخاب میکنین، حتما باید ریز باشه و ترش باشه. در شمال کشورمون این انارای جنگلی هستش و خیلی ترش هستش، به خاطر همون این خورش خیلی خوشمزه میشه. برای سرخ کردن مرغ حتما از ترکیب روغن و کره استفاده کنید، بسیار خوشتم خوشمزه میشه. حتما مرغ رو مارینید کنید و دو طرفش رو با حرارت کم سرخ کنید. مرغ رو که سرخ کردیم از قابلمه خارج میکنیم. در همون قابلمه یک قاشق غذاخوری رو سرخ میکنیم و مرغ رو اضافه میکنیم. تقریبا نصف لیوان آب جوش به خورش اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم، حرارت رو کم میکنیم، میذاریم با حرارت کم بپزه و مرغمون نرم بشه. در یک قابلمه جداگانه کره اضافه میکنیم، پیاز رو سرخ میکنیم. دوستان، پیاز ها که خوب سرخ شده و طلایی، اناری رو که دون کرده بودیم بهش اضافه میکنیم. تقریبا 2 دقیقه سرخ میکنیم. نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، نصف قاشق چای خوری زردچوبه و نصف قاشق چای خوری هم نمک. از یه جا دن یه سرکف میدیم. باقی مانده روبه که داشتیم بهش اضافه میکنیم. حتما آلوی خورشتی رو داخل آب خیس کن که شسته بشه، بعد به خورشت اضافه میکنیم. آب جوش به این خورش اضافه میکنیم، تقریبا نصف لیوان، و میذاریم که این سوسمون بجوشه و حسابی غلیظ بشه و به روغن بیفته با حرارت خیلی کم. دوستان، در این مرحله که سوسمون غلیظ شده و حسابی جا افتاده، شکرش رو بهش اضافه میکنیم. دقت کنید که اگر اناراتون ترش هستش، نیازی نیستش که بهش آب نارنج اضافه کنید. اگر که انار شیرین بود، میتونید از آب نارنج استفاده کنید بیشتر، که من تقریبا نصفش رو اضافه میکنم. این مقدار این انار ترش بود که واقعا جا افتاده، خیلی خورشته خوشمزه و غلیظی هستش. میتونید خیلی راحت اینو تهیه کنید برای شب یلداتون. اون طرف هم مرغ آماده شده پخته، میریم که سرو کنیم. دوستان، به همین سادگی و راحتی این خورشت سنتی رو درست کنید و در شب یلدا در کنار خانواده و عزیزانتون با دل خوش میل کنید. نکته خاصی نداره، تنها نکتهش این هستش که حتما از مواد غذایی تازه استفاده کنید، مخصوصا مرغ، و بسیار این خورش لذیذ و خاص هستش. انشالله که طول عمرتون مثل شب یلدا باشه، همیشه سلامت و دلشاد باشید و یلداتون هم پیشاپیش مبارک باشه. این خورش باید به همین صورت غلیظ باشه و با کتم نوشه جان کنید. شما رو تا ویدیو بعد به خدا میسپارم. خدا نگهدار دوستان.